سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. اگه برای اولین باری که دارید ویدیو منو میبینید، ازتون خواهش میکنم که کانال من رو در یوتیوب اگر سرچ کردید محمود بیز حتما سابسکرایب کنید و عضو کانال تلگرامی من هم بشید. آدرس کانال تلگرامی رو در انتهای ویدیو میذارم برای دوستانی که در ایران هستن و دسترسیشون به یوتیوب سخته. من لینک ویدیوها رو توی تلگرام منتشر میکنم که همونجا میتونم پلی بکنم و ویدیوها رو به صورت مستقیم از طریق یوتیوب در تلگرام مشاهده کنم. امروز میخوام در مورد یه فیلتر شکن باهاتون صحبت بکنم که از طریق این VPN میتونید به راحتی به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشید. توی این آموزش من یه نرم افزار رو بهتون معرفی میکنم که شما از طریق دانلود اون میتونید به راحتی دسترسی داشته باشید به اینترنت آزاد. خب قبل از اینکه من این ویدیو رو شروع بکنم، باید یادآوری بکنم که قبلتر هم من حلوش 2 ماه پیش بود که آموزش عبور از فیلترینگ رو بهتون یاد دادم، یعنی نرم افزارهایی بود که بهتون معرفی کردم و مرورگرهایی که برای این کار تهیه شده بود. امروز میخوایم با هم دیگه VPN پروتون رو با هم دیگه یه چک اجمالی داشته باشیم و بهتون بگم که این VPN یکی از VPN های واقعا پرسرعتیه که دسترسی در IP بسیاری از کشورها رو در اختیار شما قرار میده و شما به صورت خیلی راحت میتونید از طریق این برنامه به راحتی خودتون اقدام بکنید به ایجاد فیلتر شکن و اون رو به صورت جمعی هم حتی شده در یک گروه خاص خانوادگی یا جمع دوستان میتونید به راحتی استفاده بکنید. توی نسخه اول این نرم افزار شما میتونید این رو به صورت رایگان این VPN رو دریافت کنید و به IP آدرس های مختلفی که از طرف سرورهای پروتون VPN ارائه میشه به راحتی دسترسی پیدا بکنید در زمانبندی های متعدد و هم بر روی نسخه های موبایل هم بر روی نسخه های PC تون میتونید به راحتی به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشید. اگر علاقه من باشید به اینکه نسخه های حرفه‌ای این VPN رو خریداری بکنید، میتونید بر اساس نیاز خودتون 3 تا از پلن هایی که اینجا موجود هست رو برای تعداد دیوایس هایی که میخواید بهش وصل بکنید خریداری بکنید و از لحاظ قیمتی هم که قیمتاش بر اساس یورو شروع میشه، منتها نسخه فریش رو شما میتونید به راحتی با دسترسی داشتن به 3 تا کشور و یه دونه دیوایس میتونید به راحتی دانلود بکنید و از طریق این برنامه به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشید. خب نرم افزارهای زیادی هست که برای دسترسی به وبسایت‌های مختلف که فیلتر هستن در کشورهای متعدد قابلیتی رو ارائه میدن که افراد بتونن از طریق فعال کردن این برنامه‌ها به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن. یه تعداد از نرم افزارها به صورت رایگان هست، یه تعدادی هم مبالغی رو دریافت می‌کنن بابت خدمات متعددی که به افراد ارائه میشه. حالا این بر اساس نوع سرویس هایی که در اختیار افراد قرار میگیره هزینه های متعددی میتونه داشته باشه. اگر بخوایم با هم دیگه نگاه بکنیم به لیست ویدیوها، من تقریبا اینجا 3 ماه پیش بود دقیقاً چطور سایت های فیلتر شده رو به راحتی باز بکنیم، که من دقیقاً اونجا هم یه فیلتر شکن ارائه کردم برای عبور از پروکسی که لیست چندین کشور رو بر اساس موقعیت قاره های مختلف دسته‌بندی کرده بود و بر اساس کشورهای متعدد شما میتونستید به راحتی به یه لوکیشن خاصی کانکت بکنید. فقط بدی این فیلتر شکن این بود که شما اگر الان اینترنت تو قطع کنی یه ساعت دیگه وصل بشی، اون IP که قبلا نداشت استفاده کردی ممکنه اون IP دیگه وجود نداشته باشه و شما ممکن بود در استفاده از بعضی از وبسایت‌ها که باید IP تون ثابت باشه به مشکل بر بخورید. خب توی پروتون VPN دقیقاً این مسئله تا حدی رفع شده، یعنی IP هایی که در اختیارتون قرار میگیره از لوکیشن هایی که به مدت زمان خاصی اینها رو ثابت نگه میدارن، یعنی مثلا شما میتونی از طریق یه IP به راحتی در اکانت های مختلفی که حساسیت دارن نسبت به IP های متعددی که شما دارید استفاده میکنید میتونید به راحتی ازشون بهره ببرید. ابزارهای متعدد دیگری هم هستن که این امکان رو در اختیار شما قرار میدم، کما اینکه من خیلی قبلتر مرورگر اوپرا رو بهتون گفتم که شما چطور میتونید VPNشون اکتیو بکنید. متا بعدش که دوستان کامنت گذاشتن
متوجه شدم که به تازگی در ایران عزیزمون بحث فیلترینگ روی مرورگرها اکتیو شده و خب خیلی از آی پی هایی که مربوط به پروکسی سرورها بوده توی ایران به دلیل استفاده اونها در نرم افزارهایی مثل تلگرام یا سایرین رو فیلتر کردم که دیگه دسترسی به اونها هم محدود شد. حتی همون نرم افزار اپرایی هم که الان دارید توی تصویر میبینید، همین نرم افزار رو هم بخش وی پی انش رو غیر فعال کردم. ولی خب میتونید از طریق حالا مثلا همین پروتون وی پی ان یا حتی همون آموزش قبلی که بهتون دادم هولوش یه ماه پیش، از طریق اون دقیقا شما میتونید دسترسی داشته باشید. گفتم فقط بدی اون این بود که دیگه به شما آی پی رو به صورت ثابت نمیداد که بتونید ازش به راحتی بهره ببرید، یعنی بعضی از سایت‌ها بهتون اصلا شک نکنن. توی پروتون این مسئله به حد خیلی زیادی براتون رفع میشه و میتونید خیلی راحت به اون اینترنتی که مد نظرتون هست دسترسی پیدا بکنید. خب زیاد توضیح نمیدم چون خیلی واضح و شفاف این مسئله استفاده از وی پی ان. من این توضیح و این تأکید نهایی رو بکنم که هر نوع استفاده چه قانونی چه غیر قانونی از این وی پی ان الزاماً مسئولیتش به عهده خودتونه و من فقط معرفی کردن این نرم افزار رو به عهده داشتم توی این ویدیو و امیدوارم که همه دوستان به بهترین شکل ممکن بتونن از این برنامه ها بهره ببرن. آدرس این وی پی ان رو در انتهای ویدیو حتما قرار میدم. بعد از اون شما میتونید بعد از اینکه وارد محیط سایت شدید میتونید به راحتی بر اساس موبایلتون، حالا آیفون یا مثلا ویندوز و یا اندروید یا هر سیستم عامل دیگه‌ای که دارید، شما مکتون، کامپیوتر معمولیتون یا هر چیز دیگه هست، میتونید نسخه که مد نظر خودتون هست از داخل این سایت دانلود بکنید و استفاده کنید. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. لطفا اگر از ویدیو خوشتون اومد لایکش بکنید که افراد بیشتری ویدیو رو ببینن و اون ایده‌ای هم که مخصوصا به دنبال فیلتر شکن هایی هستن برای عبور از فیلترینگ بتونن با دیدن این ویدیو حداقل آشنا بشن با ابزارهای کاربردی جدیدی که وجود داره. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.